محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، نوشته کنستان ویرجیل گیورگو، ترجمه ذبیح الله منصوری، از انتشارات مجله خواندنی ها، نشر امیر کبیر. درباره این کتاب: برای ما و مجله ما موجب نهایت مسرت و مباهات است که نخستین نشری از انتشارات خواندنی ها را که امیدوارم سرآغاز یک سلسله نشرات سودمند باشد، به نام نامی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می‌کنیم. از ظهور اسلام تا کنون هزاران کتاب درباره پیغمبر و قرآن و اسلام و مسلمانان نوشته شده و بعدها هم نوشته خواهد شد، ولی تا کنون کتابی اینسان محققانه و در این حال ساده به زبان امروزیان و در خور پذیرش آنان نوشته نشده است. بیشتر کتب و رسالاتی که تا کنون در این باره نوشته شده یا به قلم دوستان نادان بوده یا دشمنان دانا، و ما بدون اینکه قصد تخطئه کارهای دیگران و زحمات آنان را داشته باشیم، باید یادآور شویم که فرق است بین آنچه خودی و دوست درباره خودی و دوست می نویسد و آنچه بیگانه مغرض درباره دشمن خیش می گوید با آنچه یک دانشمند و محقق بی‌طرف به خاطر تاریخ و تحقیق فقط به قلم می آورد. قرآن و پیغمبر و اسلام و مسلمانانی که در این کتاب به نسل جوان و سالخورده معرفی می شود با آنچه از زبان این و آن تا کنون شنیده و خوانده اید فرق دارد. درست فرق و تفاوتی که بین حقیقت محض و پیرایه یا اصل جسم و سایه آن وجود دارد. جوان امروزی که از هر علمی بهره ای دارد با آسانی روایات روزخانه ها و دیگران را قبول ندارد. با او باید به زبان خودش که زبان علم و فهم و تحقیق و تتبع می باشد صحبت کرد تا ایمانش تبدیل به علم شود. کتاب حاضر به طوری که ملاحظه خواهید فرمود شخصیت جدید و برجسته‌ای به پیغمبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام داده، ایمان خواننده را عمیق‌تر و محکم‌تر خواهد کرد، به طوری که اگر بگوییم عده زیادی را از نو مسلمان خواهد نمود، آن هم مسلمان واقعی، اغراق نگفتیم. ما امیدواریم در عصری که انتشارات گمراه کننده و قرض‌آلود مانند اشعه رادیواکتیو و گازهای مسموم کننده همه جا را فرا گرفته، جسم و روح مردم و حیات اجتماع را تهدید می کند، خدمت ناچیز ما با انتشار یک چنین آثار مانند نوری در ظلمات و نشیمی ممد حیات، افراد گمراه و افکار آنها را به سرمنزل مقصود رهبری نماید. تهران، تیر ماه 1343، مدیر مجله خواندنی ها علی اصغر امیرانی. شرح حال نویسنده کتاب: کنستان ویرجیل گیورگیو، نویسنده این کتاب، در 15 ماه سپتامبر سال 1916 میلادی در شهر روسبانی واقع در ایالت مولداوی در کشور رومانی متولد گردید. ایالت مولداوی واقع در کشور رومانی ایالتی است ادب پرور و بهترین شعرا و نویسندگان رومانی از آن ایالت برخاستند. کنستان ویرجیل گیورگو از جوانی علاقه به مطالعه در ادیان داشت و بعد از خاتمه تحصیلات مقدماتی وقتی وارد دانشگاه بخارست پایتخت رومانی گردید، رشته فلسفه و ادیان را انتخاب کرد. پس از خاتمه تحصیلات وارد وزارت امور خارجه رومانی شد و بدون وابسته فرهنگی از درجه دوم و آنگاه از درجه اول گردید و پس از چندی ترقی کرد و به مقام وزارت رسید. گیورگیو چه زمانی که در دانشگاه تحصیل می کرد و چه بعد از آن در دوره خدمت در وزارت امور خارجه علاقه ای مخصوص به مطالعه تاریخ اسلام داشت و شاید این علاقه ناشی از این می باشد که ملت رومانی که گیورگیو از آن ملت است مدت 4 قرن و نیم تحت نفوذ مسلمین میزیست.
بعد از جنگ جهانی دوم که اوضاع سیاسی مشرق اروپا از جمله کشور رومانی قرین تحول گردید، گیورگیو نتوانست در وطن خود زیست کند و به فرانسه مهاجرت کرد و در آنجا تدریس می نمود و چند کتاب نوشت که آخرین آنها این کتاب می باشد و به طوری که اطلاع می رسد به تازگی جامعه روحانیت در بر کرده در سلک روحانیون در آمده است. کنستان ویرجیل گیورگیو برای نوشتن این کتاب خیلی زحمت کشیده و هر کس که این کتاب را بگشاید و بخواند میتواند به میزان زحمتی که برای آن کشیده شده است پی ببرد. مقدمه مترجم. از سال 1126 خورشیدی تا این موقع 4 تحقیق از 4 نویسنده بزرگ خارجی راجع به قرآن و حضرت ختمی مرتبط به ترجمه این بنده ذبیح الله منصوری در مجله خواندنی ها چاپ تهران منتشر گردید که 4مین آنها این کتاب است، ولی فقط این تحقیق به قلم کنستان ویرجیل گیورگیو اینک به شکل کتاب منتشر می شود و در دسترس خوانندگان قرار می گیرد و باید تصدیق کرد که از 3 تحقیق دیگر بهتر می باشد. در ترجمه این کتاب رعایت امانت شده و مترجم چیزی را از قلم نینداخته جز این که چند صفحه از آغاز کتاب ضمن فصول بعد مذکور افتاده و علتش این بوده که کتاب این دانشمند رومانی راجع به پیغمبر با عظمت اسلام در آغاز در مجله خواندنی ها به طبع رسید و هیئت تحریریه مجله برای اینکه زودتر مطالب اصلی شروع شود صلاح دانست که کتاب از زندگی حضرت رسول آغاز گردد، ولی مطالب آن چند صفحه که مربوط است به عبدالله پدر پیغمبر اسلام و عبدالمطلب جد او در فصول دیگر هست و مترجم بی مقدار کتاب نه فقط چیزی را از قلم نینداخته بلکه به مناسبت کلام چیزهایی را به عنوان توضیح مترجم بران افزوده است. بحث راجع به اهمیت کتاب کنستان ویرجیل گیورگیو دانشمند رومانی در خصوص شرح زندگی حضرت ختمی مرتبط از مردی بی بضاعت چون من ساخته نیست، ولی به طوری که ناشر محترم این کتاب در مقدمه خود ذکر کردند میتوانم بگویم که تا امروز راجع به شرح زندگی پیغمبر اسلام کتابی اینچنین جامع و مستند به واقعیت‌های تاریخی در زبان فارسی منتشر نشده است و جا دارد که هر فارسی زبان مسلمان 1 جلد از این کتاب را در خانه داشته باشد تا اینکه بتواند از تاریخ صدر اسلام و فداکاری‌های مسلمین مطلع شود و به دست فرزندان خود بدهد تا بخوانند و پیغمبر با عظمت و سایر بزرگان صدر اسلام را بشناسند. خواننده همین که این کتاب را می گشاید و صفحه اول را مطالعه می کند در می یابد که این کتاب روح دارد و غیر از کتاب هایی است که تا امروز با سبک قدیم راجع به حضرت رسول الله نوشته شده و هر قدر بیشتر صفحات کتاب را مرور می نماید زیادتر تحت تأثیر نیروی جاذبه قرار می گیرد. تحلیل های روانشناسی و جامعه شناسی نویسنده این کتاب در تواریخ اسلام بی سابقه است و هیچ یک از نویسندگان که شرح حال حضرت ختمی مرتبط را نوشتند اینطور وارد این مباحث نشدند. این اولین کتاب است که مجله خواندنی ها منتشر می نماید و امیدواریم که بعد از این کتاب های دیگر از طرف آن مؤسسه ملی منتشر شود که همچنین مفید و مطلوب باشد. ذبیح الله منصوری. ترجمه این کتاب را به روح پاک مادرم ربابه حکیم الهی منصوری که در تمام عمر قرآن می‌خواند تقدیم می‌کنم. مترجم. دوران کودکی. محمد ابن عبدالله یک رنجبر به معنای واقعی بود. در بین مشاهیری که در دوره طفولیت و آغاز جوانی رنج بردند هیچ کس را نمیتوان یافت که به اندازه پیغمبر اسلام در کودکی و جوانی رنج برده باشد. من تصور میکنم یکی از علل این که در قرآن به دفعات توصیه شده نسبت به یتیمان و مساکین ترحم نمایند و از آنها دستگیری کنند همین بود که محمد ابن عبدالله
دوره کودکی را با یتیمی گذراند و در آغاز جوانی بسیار بی‌بضاعت بود. وقتی پیغمبر مسلمین چشم به دنیا گشود، پدرش از دار دنیا رحلت کرده بود و با اینکه محمد از طایفه قریش به شمال می آمد و طایفه مزبور در مکه احترام داشتند، مادر محمد مجبور شد که به مدینه نزد خیشاوندان خود برود که شاید بتواند فرزندش را در آنجا و با کمک خیشاوندان بزرگ نماید، زیرا بعد از مرگ عبدالله پدر محمد آن طفل یتیم و مادرش از مال دنیا هیچ نداشتند. بعد از اینکه مادر و فرزند به مدینه رسیدند، مادر محمد موسوم به آمنه که جوان بود با سرودن شعر خود را از اندوه مرگ شوهر و تنهایی و تهیدستی تسلا می داد. در آن موقع عده‌ای از زنهای طبقات محترم در عربستان شعر می سرودند و من، یعنی نویسنده این تحقیق که یک دانشمند رمانیست مترجم، توانستم چند شعر از آمنه را به دست بیاورم. سه نفر از مورخین اسلامی به اسم سیوطی، ابن سعد، حمیدالله می گویند بعد از این که محمد به مدینه رسید، واقعی برایش پیش آمد که جهت آن طفل تازگی داشت. واقعی مزبور این بود که محمد بعد از رسیدن به مدینه برای اولین بار توانست که در یک برکه از آب غوص نماید و از هر طرف بدن خود را از آب محاط ببیند. در مکه آب و آذوقه کم بود و برکه‌ای وجود نداشت که اطفال بتوانند به خصوص در روزهای گرم تابستان در آن آبتنی کنند، ولی در مدینه برکه وجود داشت و کودکان در فصل تابستان لباس خود را از تن بیرون می آوردند و وارد آب می شدند و احساس خنکی می کردند و محمد نیز مثل کودکان مدینه، ولی برای مرتبه اول در آب برکه آبتنی کرد. خیشاوندان آمنه بعد از ورود او و پسرش به بیوه جوان مرحوم عبدالله کمک کردند، ولی افسوس که اندکی بعد از ورود به مدینه مادر محمد بیمار شد و به زودی حال زن جوان طوری وخیم گردید که همه دانستند خواهد مرد. رسم اعراب این بود که وقتی حس می کردند که شخصی در حال احتضار است، خیشاوندان اطرافش را می گرفتند و دائم با او حرف می زدند تا محتضر در آستانه مرگ خود را تنها نبیند و بیم نداشته باشد. آنهایی که اطراف آمنه را گرفته بودند پیوسته حرف می زدند که آن زن جوان متوحش نشود و آمنه گاهی چیزی زیر لب می گفت. یک وقت محمد خردسال دید که دیگر مادرش جواب نمی دهد. خود را روی سینه مادر انداخت و شیون کنان گفت: مادر، مادر، چرا جواب نمی دهی؟ ولی روح از کالبد مادر جوان پرواز کرده بود. زنهایی که خیشاوند آمنه بودند او را عریان کردند و بدنش را شستند و بعد محمد دید که کفن بر مادرش پوشانیدند و او را بردند و در قبرستان موسوم به ابوا دفن کردند. در عربستان رسم نبود که مرده را با تابوت دفن کنند، برای اینکه به مناسبت کمیابی چوب ساختن تابوت خیلی گران تمام می شد و آمنه را مثل سایر اموات بدون تابوت به خاک سپردند. بعد از اینکه قبر را پوشانیدند و خیشاوندان مراجعت کردند، دیدند که محمد نیست و برگشتند و مشاهده نمودند محمد روی قبر مادر نشسته و او را صدا می زند و می گوید: چرا به خانه مراجعت نمی کنی؟ مگر نمی دانی که من غیر از تو کسی را ندارم؟ محمد که از پدر و مادر هر دو یتیم شده بود، از آن پس روزها در گوشه می نشست و وقتی کودکان به او نزدیک می شدند و از وی دعوت به بازی می کردند، می گفت: مرا به حال خود بگذارید، من نمی توانم با شما بازی کنم. طوری اندوه مرگ مادر آن طفل خردسال را ملول کرده بود که غذا نمی خورد و خیشاوندان آمنه می دیدند که روز به روز آن طفل لاغرتر می شود. محمد پدر بزرگی به اسم عبدالمطلب داشت که در مکه به سر می برد و پیرمردی بود 108 ساله و خیشاوندان آمنه طفل را نزد پدر بزرگش فرستادند.
عبدالمطلب وقتی محمد را دید، محبت آن طفل در قلبش جا گرفت و به قدری نسبت به محمد علاقمند شد که او را به دارالاندوه برد. دارالاندوه عبارت بود از مجلس شورای مکه که فقط مردان طایفه قریش مجاز بودند که در آن حضور و هم رسانند، آن هم مشروط بر اینکه 40 سال از عمرشان گذشته باشد. ولی عبدالمطلب محمد را با خود به دارالاندوه می برد و روز اول چند نفر از اعضای آن مجلس بر عبدالمطلب ایراد گرفتند که چرا یک کودک را با خود به آن مجلس بزرگ آورده. ولی آنها نیز طوری مجذوب آن طفل شدند که هر دفعه که محمد با جد خود به مجلس شورا می آمد، بزرگان قریش او را نوازش می کردند. ولی افسوس که عبدالمطلب هم 2 سال بعد در سن 110 سالگی جهان را ودا گفت و باز محمد تنها ماند. در آن موقع از سن پیغمبر اسلام 8 سال می گذشت و عموی او ابو طالب عهده‌دار سرپرستی وی گردید. ابو طالب به قول اعراب کنیه عموی پیغمبر بود. عرب قبل از اسلام از دختر متنفر بودند و به طوری که می دانیم دختران خود را زنده به گور می کردند تا اینکه ننگ نگاهداری و بزرگ کردن آنان را متحمل نشوند. ولی در عوض از دارا شدن پسر بسیار خوشبخت می شدند و داشتن پسر برای هر مرد عرب مایه مباهات بود و نام پسر را بر خود می نهاد و این نام را کنیه می خواندند. مثلا ابو طالب یعنی پدر طالب و عموی پیغمبر اسلام پسری داشته که اسمش طالب بوده و وی نام پسر را بر خود نهاده است. خود محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام هم دارای کنیه ابوالقاسم بود، زیرا پسری داشت موسوم به قاسم که زندگی را بدرود گفت. ابو طالب عموی پیغمبر مردی شریف بود ولی بضاعت نداشت و میباید عده‌ای کثیر از خانواده خود را اعاشه نماید. او نمی توانست که وسایل معاش محمد خردسال را فراهم نماید و آن طفل مجبور شد که از 8 سالگی برای تأمین معاش خود کار کند. گرچه محمد دارای عمو بود و ابو طالب به ظاهر سرپرستی وی را بر عهده داشت، ولی لزوم تأمین معاش یک خانواده بزرگ مانع از این می شد که ابو طالب بتواند وسائل رفاه محمد را فراهم نماید و برای او لباس خریداری کند و پای افزار بر پای آن طفل یتیم بپوشاند. لذا در دوره ای از عمر که اطفال دیگر تمام اوقات خود را صرف بازی می کنند، محمد خردسال مجبور شد که تمام اوقات خود را صرف کار برای تحصیل معاش نماید، آن هم یکی از سخت ترین کارها، یعنی نگاهداری گله در گرمای تابستان در صحراهای عربستان. تحقیق در وضع زندگی محمد هنگام طفولیت نشان می‌دهد اندیشه‌ای که سبب گردید بالاخره آن طفل یتیم از طرف خداوند برای پیغمبری مستعد شناخته شود، از طفولیت در او راه یافت و از همان موقع که محمد در صحراهای گرم عربستان گله می‌چرانید، عادت کرد که در خود فرو برود و فکر کند و صحرا برای اندیشه کردن و در خود فرو رفتن بهترین مکان است. مذاهب بزرگ گذشته از این جهت از صحراهای گرم به وجود آمد که صاحبان ادیان مجال زیاد داشتند که در آن سحاری وسیع درباره خداوند و راز خلقت و تکلیف سرنوشت نوع بشر فکر کنند. تا انسان مدتی در صحراهای وسیع عربستان و شرق نزدیک به سر نبرده باشد، نمیتواند بفهمد چگونه وسعت و سکوت آن صحراها سبب توسعه فکر میشود و اندیشه را تقویت مینماید. حتی گیاهان صحراهای گرم عربستان و شرق نزدیک با گیاهان اروپا فرق دارد و در صحراهای گرم نمیتوان گیاهی یافت که عطر نداشته باشد و حتی خار مغیلان صحرای عربستان دارای عطری دلپسند است. پست‌ترین گلهای بی‌عطر اروپا را اگر به عربستان ببرند و در صحرای گرم آنجا بکارند، بعد از 2-3 نسل دارای عطر میشود و بوته‌های گل اروپا بعد از انتقال به عربستان مبدل به درخت میگردد.
کسانی که در صحراهای عربستان و مشرق زمین زندگی می کردند وقتی که دارای عقیده می شدند اهل ریا نبودند و آن عقیده را برای امور دنیوی نمی خواستند. در صحراهای گرم عربستان و شرق نزدیک هر کس که دم از عقیده می زد بدان مؤمن بود و ایمان به آن عقیده را بر خود فرض می دانست. تردید و انشعاب هنگامی شروع شد که مذاهب بزرگ از صحرا خارج گردید و در کشورهای مجاور که صحرا نبود وسعت یافت. آن وقت کسانی که آن مذهب را در صحرا ادراک نموده بودند ایراد گرفتند و تردید کردند و منشعب شدند و فرقه های گوناگون یهودی و مسیحی و اسلام به وجود آمد. در هر حال پیغمبر اسلام از سن 8 سالگی مجبور شد که برای تحصیل یک قرص نان و چند خرما و یک جامه و یک پایفزار در صحرا گله بچراند. او هر بامداد از شهر خارج می شد و تا شب به تنهایی در صحرا به سر می برد و نظر به آسمان نامحدود و افق وسیع دشت می دوخت و قبل از اینکه آفتاب غروب کند گله را به آبادی برمیگردانید و شب به منزل عمویش عبدالمطلب میرفت و میخوابید. قاعده کلی این است که اطفال یتیم قبل از کودکان دیگر دارای رشد عقلی میشوند، زیرا کسی آنها را نوازش نمیکند و غبار ملالت را از چهره آنان نمیزداید. هیچ مادر و پدر مهربان طفل یتیم را در بر نمیگیرد که ببوسد و در اعیاد بزرگ کسی برای یتیمان لباس و پایفزار نو خریداری نمی نماید. پسری که نه پدر دارد نه مادر و از 8 سالگی مجبور است که کار کند و نان بخورد می فهمد که جز به خود به هیچ کس نباید اتکا داشته باشد و چاره مشکلات خود را فقط از خیش بخواهد. یک روز که محمد گله خود را از صحرا به آبادی برمی گردانید کسانی که او را دیدند مشاهده کردند که آن طفل معصوم پایفزار ندارد و با پای برهنه روی ریگهای گرم بیابان راه می رود. زحمات زیاد و تنهایی و قبول مسئولیت طوری محمد را قبل از وقت فکور و متین کرد که ابو طالب بعد از اینکه محمد به 12 سالگی رسید تصمیم گرفت که او را با خود به مسافرت ببرد. ابو طالب عموی پیغمبر اسلام بازرگان بود و محمد را با خود به سوریه برد و در نزدیکی شهر بصره واقع در سوریه کاروان توقف کرد. آنجا که کاروان توقف کرد یک صومعه وجود داشت و مردی موسوم به بحریه به زبان سوریانی یعنی ابغری یا نابغه در آن زندگی میکرد و مردم میگفتند که آن مرد یکی از زهاد و اوتاد بزرگ دنیای مسیحیت میباشد. ابن هشام راوی عرب می نویسد و هیره برخلاف تصور مردم عیسوی نبود بلکه مانوی محسوب می شد و پیرو مردی بود موسوم به مانی که در دوره سلطنت ساسانیان دعوی پیغمبری کرد و بهرام اول پادشاه ساسانی در سال 276 میلادی او را در مقابل دروازه گندی شاپور واقع در خوزستان بر صلیب کوبید. مانی که دعوی پیغمبری می کرد و پیروان او از جمله بهیره عقیده داشتند که خداوند در انحصار یک ملت مخصوص نیست و به تمام ملل جهان وابستگی دارد، برای اینکه تمام ملل جهان از او هستند و خداوند هر موقع که مایل باشد پیغمبری را در یک ملت مبعوث می کند که به زبان آن ملت با افراد آن صحبت کند و احکام خداوند را به آنان ابلاغ نماید و یهودی ها یا عیسوی ها حق ندارند که بگویند که آنها ملت برگزیده خدا هستند و تمام ملل باید دین آنها را بپذیرند. ولی بهیره تا آن روز از صومعه خود خارج نشده با کاروانیان صحبت نکرده بود و آن روز که محمد 12 ساله با کاروان وارد آن منطقه شد بهیره از دیر خارج گردید و نزد عبدالمطلب آمد و گفت من در خواب دیدم که کاروانی به اینجا می آید و در آن کاروان پسری است از اعراب که از طرف خداوند بین قوم عرب مبعوث به پیغمبری خواهد شد و به لسان عرب احکام خود را ابلاغ خواهد کرد و شما مجبور نیستید که دین یهودیان یا عیسویان را بپذیرید، زیرا خداوند پیغمبری مخصوص قوم عرب برای شما مبعوث خواهد نمود.
ممکن است خواننده به نویسنده ایراد بگیرد و بگوید که اظهار نظر بهیره زاهد مانوی در مورد پیغمبر اسلام روایت است و علم تاریخ آن را تایید نمی کند. من این ایراد را می پذیرم، زیرا علم تاریخ نظریه آن زاهد مانوی را نمی پذیرد، چون دلیل می خواهد. ولی باید دانست قسمتی از تاریخ صدر اسلام متکی به روایت است و ما اگر روایت مزبور را نپذیریم نمی توانیم تاریخ صدر اسلام را بفهمیم نه بنویسیم. ولی هر جا که اطلاعات ما متکی به روایت باشد، من این نکته را ذکر خواهم کرد. سال حمله به مکه. گفتیم که پیغمبر اسلام از طایفه قریش بود و قریش در مکه به 10 قبیله تقسیم می شد. هر یک از قبایل 10 گانه قریش در امور داخلی استقلال داشتند و دیگران در امور داخلی آنها مداخله نمی کردند. یکی از قبایل قریش موسوم بود به هاشم که عبدالمطلب جد رسول خدا ریاست آن را بر عهده داشت و عبدالمطلب در سرزمین مکه زندگی میکرد. ذکر این نکته لازم است که وسعت سرزمین مکه 200 کیلومتر مربع بود و در آنجا حتی یک درخت یافت نمیشد و سکنه مکه از 2 راه ارتزاق میکردند، یکی تجارت و دیگری پرورش دام، بالاخص پرورش شتر. موضوع شتر در زندگی قبایل 10 گانه قریش و هاکزا در زندگی سایر قبایل عرب فقط دارای جنبه اقتصادی نبود، بلکه از علائم اصلی نجابت و اصالت به شمار می آمد. یک عرب بدوی از ریشه بیداد یعنی بیابان مترجم، تا روزی که شتر می پرورانید اصالت و شرافت داشت و اگر به جای شتر در صدد برمی آمد که گوسفند و بز بپروراند، اصالت و شرافت را از دست می داد و مبدل به یک عرب از طبقه متوسط می شد. عرب اصیل در صحرا زندگی می کرد و شتر می پرورانید و منسوب به یک قبیله بود و در زندگی اعراب زندگی انفرادی مفهوم نداشت. همانطور که یک اتم نمی تواند به تنهایی زندگی کند و مجبور است که با اتمهای دیگر متحد شود و یک مولکول به وجود بیاورد تا اینکه بتواند زندگی کند، عرب هم می باید در یک قبیله زندگی کند و وقتی قتل به وقوع می پیوست، قبیله‌ای که مقتول را از دست داده بود از قبیله قاتل قصاص می گرفت نه از خود قاتل. رئیس قبیله در قبیله خود یک پادشاه بود، ولی غیر از شتر تجمل دیگر نداشت. عبدالمطلب رئیس قبیله هاشم که رسول خدا از آن قبیله به وجود آمد فاقد پسر بود و از خداوند درخواست پسر کرد و گفت هرگاه به من 10 پسر بدهی، پسر 10 را در راه تو قربانی خواهم کرد. خداوند مسئول او را اجابت نمود و به او 10 پسر داد و پسر 10 موسوم به عبدالله از تمام پسرهای عبدالمطلب زیباتر به نظر می رسید. عبدالمطلب بعد از تولد 10 پسر صبر کرد تا اینکه عبدالله به سن رشد رسید، زیرا لازمه قربانی کردن آن پسر این بود که به سن بلوغ برسد و آنگاه خود عبدالمطلب کارد بر هنجره او بگذارد و خونش را در راه خدا بریزد. هرقدر عبدالله بزرگتر می شد زیباتر می گردید و تمام دختران جوان قریش عاشق او بودند. روایت می کنند که وقتی عبدالله آمنه دختر وهب را تزویج کرد، 200 دختر جوان و باکره قریش از اندوه مردند و این موضوع به طوری که گفتیم روایت است. بعد از اینکه عبدالله به سن بلوغ رسید، پدر متوجه شد که میباید به وعده خود وفا کند. اعراب بادیه خواه از طایفه قریش و یا طوایف دیگر به عهد خود استوار بودند و وقتی وام میگرفتند قرض خود را در رأس موعد ادا میکردند و هنگامی که قول میدادند در روز معین به آن قول وفا می نمودند.
عرب بادیه همانطور که فکر میکرد حرف میزد و بین بیان و اندیشه او تفاوت وجود نداشت. عبدالمطلب خود را مکلف میدانست که به عهد خیش وفا کند، خاصه آنکه یک حنیف به شمار می آمد و حنیف کسی بود که خداوند واقعی و خالق آسمان و زمین را جستجو می کرد. در آن موقع در مکه چند نفر که تاریخ اسم آنها را ضبط کرده وجود داشتند که حنیف بودند و یکی از آنها عبدالمطلب به شمار می آمد. عبدالمطلب با اینکه حنیف بود خدایان اجداد خود را انکار نمی کرد و عده‌ای از آنها را که به شکل بت در کعبه بودند محترم می شمرد. عرب می گفتند که در کعبه 360 بت وجود دارد، در صورتی که شماره بت‌های کعبه بیش از این تعداد بود و آثار مذهبی تمام ملل و توایفی که به مکه می آمدند در آنجا وجود داشت تا هر کس بعد از رسیدن به کعبه بتواند خدای خود را بپرستد و در کعبه حتی تصویر حضرت مریم و حضرت عیسی نیز وجود داشت. حریم یعنی منطقه و کعبه مکانی بود به اصطلاح ما چون یک منطقه بی‌طرف و به همین جهت آن را حریم می‌خواندند، چون هیچ کس در داخل حرم نمی‌توانست با دیگری منازعه کند و دو خصم خونین وقتی وارد حرم می‌شدند مجبور بودند که به طور موقت خصومت را فراموش نمایند. مسافرین و کاروانیان از هر جا که می آمدند بعد از ورود به حرم آزاد بودند که خدای خود را در کعبه بپرستند. منتها هر ملت و طایفه در کعبه برای نگاهداری خدای خود حجره و محوطه ای مخصوص داشت. وقتی ابرهه نایب السلطنه حبشه در جنوب عربستان در منطقه‌ای که امروز یمن خوانده می شود تصمیم گرفت که کعبه را ویران نماید، حرکت کرد و بعد از طی راه طولانی خود را به نزدیک مکه رسانید و وارد شهر کوچک طائف که امروز هم هست گردید. سکنه طائف از او استقبال کردند و به ابرهه گفتند تو مختاری که همه جای کعبه را ویران نمایی، ولی از تو تقاضا می کنیم که حجره خدای ما را ویران نکنی. و ابرهه نیز نپذیرفت. طائف در نقطه‌ای واقع شده که نسبت به سطح دریا 2500 متر ارتفاع دارد و دارای آب و درخت و مزرعه بود و امروز هم مکانی مزروع و مشجر است. سکنه طائف نسبت به سکنه مکه افتخار می‌کردند و می‌گفتند ما کسانی هستیم که نان می‌خوریم. این موضوع واقعیت دارد و سکنه مکه نان نمی خوردند مگر هر چند روز یک مرتبه، زیرا گندم را می باید از شهرهای اطراف وارد کنند و غذای آنها عبارت بود از خرما و شیر شتر و سوسمارهای بادیه و ماهی خشک را که از ساحل دریای احمر می آوردند، زیرا بین مکه و دریای احمر فاصله زیاد وجود ندارد. چون دریا به مکه نزدیک بود سکنه مکه جانوران دریایی از جمله کوسه را می شناختند و نام کوسه را بر خود می گذاشتند و قریش یعنی کوسه کوچک. بیفایده نیست بگوییم آنچه سبب گردید که ابرهه در صدد انهدام کعبه برآید علت اقتصادی و بازرگانی بود. ابرهه سردار قشون حبشه در جنوب عربستان به شمار می آمد و وظیفه داشت که از نایب السلطنه حبشه در جنوب عربستان در منطقه کنونی یمن اطاعت نماید، ولی کودتا کرد و نایب السلطنه حبشه را کشت و خود به جای او نایب السلطنه شد و نجاشی امپراتور حبشه مجبور گردید که او را به رسمیت بشناسد. ابرهه مردی بود واقع بین اما جاه طلب و کتیبه هایی که در جنوب عربستان باقی گذاشته من خود دیدم و جاه طلبی او را به ثبوت می‌رساند و در تمام کتیبه ها خود را با القاب و عناوین متعدد یاد می‌کند. آن مرد تصمیم گرفت برای اینکه مرکز تجارت بین المللی را از مکه منتقل به شهر صنعا
واقع در جنوب عربستان کند، یک کعبه اما به شکل کلیسا، زیرا ابرهه عیسوی بود، در شهر صنعا بسازد. آن کعبه ساخته شد و تاریخ، نام معمار و چند تن از بناها و سنگ تراشان آن را ضبط کرده است. ولی بعد از اینکه کعبه ابرهه به شکل کلیسا بنا گردید، ابرهه دید که مرکز بازرگانی بین المللی از مکه منتقل به جنوب عربستان نشد. لذا تصمیم گرفت که کعبه را در شهر مکه ویران کند تا مرکز تجارت بین المللی منتقل به صنعا شود، و اقدام ابرهه برای ویران کردن کعبه علت اقتصادی داشته نه مذهبی، یا لااقل علت اصلی اقدام او یک منظور اقتصادی بود است. چون ابرهه با فیل عازم مکه شد، اعراب خط سیر او را خط فیل خواندند و چشمه‌هایی را که در سر راه او بود عین الفیل نامیدند و مدخل مکه را که از آنجا وارد شهر شد باب الفیل نام نهادند، و حتی سال 570 میلادی را که ابرهه وارد مکه شد عام الفیل خواندند و رسول خدا در آن سال متولد گردید. باری عبدالمطلب با اینکه می‌دانست چاره‌ای غیر از قربانی کردن عبدالله ندارد، به خود گفت خداوندی که من در جستجوی او هستم بزرگ است، و من وقتی می‌بینم که قرض یک بدهکار که ناچیز است از دریافت آن خودداری می‌کنم، در این صورت آیا نمی‌توان فرض کرد خدایی که این آسمان و زمین را آفریده از دریافت طلب خود از بدهکاری چون من صرف نظر نماید؟ ولی عبدالمطلب نمیتوانست بفهمد که آیا خداوند حاضر هست که از طلب خود صرف نظر کند یا نه، و تصمیم گرفت که برای وقوف بر این موضوع از یک عراف، یعنی شخصی که همه چیز را میداند، کمک بخواهد. در آن موقع یک عراف در شهر یثرب، شهر کنونی مدینه، زندگی میکرد که میتوانست از احکام آسمان وقوف پیدا نماید، و عبدالمطلب سوار بر یک شتر نر شد و راه یثرب مدینه را پیش گرفت، و از این جهت سوار شتر نر شد که شتر ماده نزد اعراب بادیه یک جانور تجملی بود که آن را فقط برای شتر دوانی نگاه می داشتند و شتر ماده سفید رنگ خیلی قیمت داشت. عبدالمطلب مدت 11 روز با شتر راه پیمود تا به یثرب رسید و نزد عراف رفت، و عراف بعد از نظاره ستارگان آسمان گفت خدایی که تو از او 10 پسر خواسته ای حاضر است که از خون پسر دهم صرف نظر کند، مشروط بر این که تو دیه بپردازی. در عربستان بهای خون انسان شتر بود، و عبدالمطلب از عراف پرسید که آیا من اگر 10 شتر دیه بدهم خدا راضی خواهد شد؟ عراف نظر به ستارگان آسمان انداخت و گفت نه. عبدالمطلب گفت اگر 15 شتر قربانی کنم چطور؟ عراف باز از آسمان کسب تکلیف نمود و جواب منفی داد. عبدالمطلب شماره شترها را به 100 رأس رسانید و عراف گفت که خداوند دیه تو را پذیرفت، و عبدالمطلب به مکه مراجعت کرد و به جای اینکه پسر خود عبدالله را قربانی کند، 100 شتر در راه خداوند قربانی کرد، و بعدها که پسر عبدالله موسوم به محمد پیغمبر اسلام گردید و قرآن نازل شد، خداوند در قرآن دیه قتل را مشروط بر اینکه مسبوق به اراده قبلی و تمهید مقدمه و وسیله نباشد 100 شتر قرار داد. عبدالله بعد از اینکه از جانب خداوند بخشوده شد و پدرش به جای او 100 شتر قربانی کرد، با آمنه ازدواج نمود و محمد از بطن آمنه متولد گردید، و قبل از اینکه دیده به جهان بگشاید، پدرش عبدالله دیده از دنیا فرو بست. در انجیل آنطور که یوحنا نوشته، زیرا به طوری که می دانیم 4 انجیل وجود دارد، حضرت مسیح چنین گفته است:
اگر شما مرا دوست داشته باشید فرمانهای مرا به خاطر خواهید سپرد و من نزد خداوند برای شما دعای خیر خواهم کرد و او بعد از من برای شما یک پاراکلت خواهد فرستاد و من نخواهم گذاشت که شما یتیم بمانید، یعنی بدون سرپرست بمانید. کلمه پاراکلت یک کلمه یونانی است که در انجیل یوحنا آمده و این کلمه در زبان یونانی به معنای تسلیت دهنده و تقویت کننده و حمایت کننده است. به قول یوحنا، گوینده یکی از انجیل‌های چهارگانه، حضرت مسیح قبل از این که از جهان برود به پیروان خود گفت که بعد از من شخصی خواهد آمد که شما را مورد تقویت و حمایت قرار خواهد داد. عیسویان میگویند مقصود حضرت مسیح این بوده که این شخص، این پاراکلت، بین عیسوی‌ها و خداوند واسطه خواهد بود تا اینکه عیسویان تنها نباشند. و باز به قول مسیحیان 50 روز بعد از رحلت حضرت مسیح، پاراکلت که همان روح القدس است آمد و از آن موقع تا کنون بین عیسویان و خداوند واسطه است. مسلمین میگویند که عیسوی‌ها کلمه ای را که حضرت مسیح گفته تغییر دادند، زیرا حضرت مسیح گفت که بعد از من پریکلیتوس خواهد آمد که معنای آن به زبان یونانی همانا احمد است و احمد به معنای ستوده نام پیغمبر اسلام می باشد و محمد یعنی ستوده تر. معلوم می شود که بر حسب روایت یهودی ها هم کلمه مزبور را پریکلیتوس خوانده بودند و اطلاع داشتند که حضرت مسیح اطلاع داده است که بعد از او احمد خواهد بود، زیرا طبق روایت در شب تولد پیغمبر اسلام یهودی ها خیلی مضطرب بودند و از تولد فرزند آمنه بیم داشتند. روایت می کنند که آمنه مادر پیغمبر گفته بود که من در موقع بارداری وزن جنین را احساس نمی کردم. و باز روایت می کنند که پیغمبر اسلام ختنه شده به دنیا آمد. با اینکه طبق روایت یهودی‌ها متوجه شدند شخصی که در انجیل یوحنا از وی نام برده‌اند قدم به جهان گذاشته، بعد از تولد پیغمبر اسلام در وضع زندگی سکنه مکه و سایر مناطق عربستان تغییری حاصل نشد، زیرا در عربستان تولد یک پیغمبر یک واقعه غیر عادی نبود. عربستان به روایتی 124,000 و به روایتی 100,000 و به روایتی 40,000 پیغمبر به جهان اهدا کرده و 3 مذهب بزرگ توحیدی که مذاهب یهودی و عیسوی و اسلام است از عربستان برخاست، مشروط بر اینکه سواحل شرقی دریای روم را هم جزو عربستان بدانیم. ما تمام پیغمبران را نمی شناسیم ولی نام چندین صد نفر از آنها را می دانیم و بیش و کم با تاریخ زندگی آنها توأم با روایات آشنا هستیم. قدر مسلم این است که اعراب در گذشته از تولد یک پیغمبر حیرت نمی کردند، زیرا نظایر آن واقعه را دیده بودند. حتی آمنه که طبق روایت در موقع حمل شنید که فرزند او یک پیغمبر است، از این بشارت خیلی حیرت ننمود، چون سرزمین عربستان جایی بود که نه فقط تولد یک پیغمبر در آنجا یک واقعی استثنایی به شمار نمی آمد، بلکه برخورد افراد بشر با خداوند هم در آنجا استثنایی نبود و تمام پیغمبرانی که در عربستان به وجود آمدند با خدا صحبت می کردند. 3,000,000 کیلومتر مربع صحراهای مسطح و گرم عربستان منطقه‌ای بود و امروز هم هست که در آنجا انسان میتواند حتی بدون واسطه با خداوند تماس حاصل کند. خدا در همه جا هست، ولی امروز نیز که قرن 20 میباشد کسانی که میخواهند با خدا صحبت کنند به عربستان میروند. یهودی
راه کنعان و بیت المقدس را پیش می گیرد و عیسوی هم به طرف بیت المقدس می رود و مسلمان به سوی کعبه روان می شود. کشورهای دیگر مثل اماراتی است که به اتمام رسیده و آپارتمان‌های آن از هم مجزا شده و دیوارهای ضخیم بین آپارتمان‌ها مانع به وجود آورده و خدا در بعضی از آن آپارتمان‌ها زندگی می‌کند و فرشتگان در بعضی دیگر و نوع بشر ساکن برخی از آنها می‌باشد. اما در صحراهای عربستان همانطور که مانعی وجود ندارد که جلوی دید را بگیرد و به هر طرف که نظر بیندازند دشت‌های نامحدود و آسمان بی پایان را خواهند دید، مانعی هم برای شناسایی خدا و فرشتگان موجود نیست. وقتی برخورد با خداوند در صحراهای عربستان یک واقعه استثنایی نباشد، تولد یک پیغمبر هم واقعی خالق العاده نمی باشد. روایت می کنند که علاوه بر آمنه تمام خیشاوندان محمد دریافته بودند که آن طفل پیغمبر است. معهازا او را به نظر اعجاب نمی نگریستند و طرز پرستاری از محمد فرقی با طرز پرستاری از سایر اطفال قریش نداشت. شاید از این جهت آن طفل را به نظر عادی می دیدند که تنها پیغمبر متولد شدن مهم نیست و آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که پیغمبر بتواند رسالت خود را به انجام برساند. در عربستان 124,000 تن یا 40,000 تن پیغمبر به وجود آمدند، ولی در بین آنها کسانی که توانستند رسالت خود را به انجام برسانند معدود هستند و آنهایی توانستند موفق به انجام رسالت شوند که در دامن صحراهای وسیع عربستان پرورش یافت. من مجبورم در اینجا قدری به حاشیه بروم تا اینکه بتوانم حق مطلب را بهتر ادا نمایم. اعراب در آغاز ساکن جنوب عربستان بودند و جنوب عربستان زمینی بود آباد و سبز به اسم عربستان خضیب و یونانی ها آن را عربیا فلیکس خواندند، یعنی عربستان با رونق یا عربستان معمور. جنگ ها و خشکسالی ها و ویران شدن سدهایی که مقابل رودخانه ها بنا می کردند سبب گردید که اعراب در ادوار مختلف از جنوب عربستان مهاجرت کردند و چون راه جنوبی به بنبست دریا منتهی می گردید ناچار راه شمال را پیش می گرفتند و بیابانگرد یا بدوی می شدند. از آن پس دوره راهپیمایی طولانی آنها در صحراهای عربستان به طرف شمال شروع می شد و اجبار داشتند که با مقتضیات سخت زندگی در آن صحراهای وسیع کنار بیایند. در طول مهاجرت عده ای از آنها می مردند، ولی آن عده که باقی می ماندند از بوته امتحان بدون غش بیرون می آمدند و مبدل به افرادی قوی و با اراده و مؤمن و بدون هوا و هوس می شدند. داروین صاحب نظریه مربوط به بقای اسلحه می گوید که در دنیای جانوران آنهایی باقی می مانند و رشد می کنند که برای کنار آمدن با محیط بیشتر صالح باشند و حیوانات ناتوان و بیشعور از بین می روند. در صحراهای عربستان هم کسانی باقی می ماندند که نه فقط از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی نیز صالح برای ادامه حیات بودند. حفظ زندگی در دشتهای لم یزرع عربستان که فقط خار مغیلان و سوسمار در آن یافت می شد مستلزم این بود که شخص استقامت جسمی و پایداری روحی داشته باشد و بتواند خود را مطیع انضباط قبیله و طایفه کند. حتی امروز که عصر اتومبیل و هواپیماست، یک نفر به تنهایی نمیتواند در صحراهای لم یزرع عربستان زندگی نماید و گرسنگی و تشنگی و نداشتن امیدواری به دریافت کمک از هیچ طرف او را از پا در می آورد.
ولی اگر در یک قبیله بدوی زندگی کند و مطیع انضباط قبیله باشد، افراد قبیله به او کمک می کنند و توحید مساعی افراد یک طایفه سبب رفع بسیاری از مشکلات که یک نفر از عهده رفع آن بر نمی آید خواهد شد. و همین جهت در صحراهای عربستان طایفه و قبیله طوری اهمیت پیدا کرد که هرگاه یک نفر از طایفه اش طرد می شد و طایفه دیگر او را نمی پذیرفت، به یک زنبور عسل شباهت داشت که از کندو طرد شده باشد و به زودی نابود می گردد. ولی زندگی کردن یک عرب در یک قبیله صحراگرد مستلزم این نبود که از حیث معاش و زندگی مرفه باشد، اما کمتر رنج ببرد. یک عرب بدوی طوری با گرسنگی و تشنگی خو می گرفت که گرسنه و تشنه ماندن جزو فطرت او می گردید. تمام مردها و زنهای عرب زیر جامه یک کمربند داشتند که محکم بر شکم می بستند تا اینکه بر اثر فشار آن جوع را احساس ننمایند، و گاهی آن کمربند برای جلوگیری از گرسنگی کفایت نمی نمود و سنگی را بین کمربند و شکم قرار می دادند تا آنکه وزنه آن را روی شکم احساس نمایند و خود را فریب بدهند و تصور کنند که شکم آنها پر از غذاست. شنفره شاعر عرب در دوره جاهلیت در اشعار خود می گوید: من می توانم گرسنگی خود را فریب بدهم و صدای جوع را خاموش نمایم، و اگر باز صدای گرسنگی برخیزد، من جوع را طوری در درون امعاء خود خواهم تابید و پیچید که پینه دوز هنگام دوختن پای افزار نخ خود را آنطور نتابد. قدرت تحمل عرب بادیه در قبال گرسنگی و تشنگی به قدری بود و هست که سکنه مناطق دیگر از آن بیخبر بوده و هستند. به دفعات دیده شده که شتر در عربستان از فرط گرسنگی تمام پشم بدن خود را خورده و در بدنش یک مو باقی نمانده است. فصل بهار عربستان و به قول اعراب فصل ربیع 3 هفته طول می کشد و فقط در این 3 هفته در عربستان باران می بارد و در مناطقی که زمین مستور از ماسه نیست علف را سبز می نماید و بعد آن علف در فصل تابستان مبدل به خار مغیلان می شود. گاهی در فصل بهار که صحرا سبز می شود و آهوان برای خوردن علف کوچ می نمایند، اعراب می توانستند که آهو را شکار کنند و در غیر از آن فصل چون صحرا خالی از علف و آب بود شکار نصیب آنها نمی شود. اعراب بدوی وقتی شهرنشین می شدند تمام مختصات زندگی بدوی خود را حفظ می کردند و فقط به جای اینکه در خیمه زندگی نمایند در خانه به سر می بردند. در مکه و مدینه و طائف که از بلاد عرب بود، هر طایفه مثل هنگامی که اعراب در صحرا زندگی می کردند مکان سکونت مخصوص داشت و هیچ طایفه با طایفه دیگر مخلوط نمی شد. عرب بدوی چون دائم تغییر مکان میداد و می باید با شترهای خود از یک منطقه به منطقه دیگر برود، اشیاء سنگین در خیمه جا نمیداد و اساس البیت او عبارت بود از حداقل ضروریات زندگی. در مکه نیز بزرگان قریش در خانه های خود همان طور زندگی می کردند و یک بار گفتم که غیر از شتر تجمل دیگر نداشت. عایشه زوجه پیغمبر اسلام میگوید: تا روزی که پیغمبر زنده بود ما در خانه یک الک نداشتیم، تا روزهایی که نان طبخ میکنیم آرد را الک نماییم، برای اینکه عرب بادیه الک را یک شیء غیر ضروری میدانست. قبایل دهگانه قریش بعد از اینکه در مکه سکونت کردند، چون روش بدوی را از دست ندادند، اطفال خود را بعد از تولد به دایه‌ای از زنهای بادیه می سپردند تا اینکه طفل در صحرا بزرگ شود و رشد کند. علاوه بر رسم مزبور، 2 علت در آن تصمیم دخالت داشت. اول اینکه
اعراب عقیده داشتند که هوای مکه مضر است و کودکانی که در مکه بزرگ شوند در طفولیت فوت می نمایند. این نظریه درست بود، زیرا در مکه امراض عفونی، امراض میکروبی، کودکان را تهدید به مرگ می کرد، ولی در هوای صاف صحرا میکروب وجود نداشت. دیگران که سپردن طفل به یک دایه از زنهای بادیه سبب می گردید که بین قبایل اصیل عرب، قبیله اصیل یعنی قبیله صحرانشین و شتردار، پیوند به وجود بیاید، زیرا فرزندان خود دایه و فرزندی که از پستان او شیر می‌خورد برادر رضائی می‌شدند و بین اعراب این گونه برادران را به چشم برادر واقعی می‌نگریستند. بعد از اینکه محمد قدم به دنیا گذاشت، طبق رسم قریش موی سرش را تراشیدند و هم وزن آن طلا بین فقرا تقسیم کردند. موی سر یک نوزاد زیاد سنگین نیست و وزین نمی باشد، ولی قریش این رسم را پیوسته رعایت می نمودند و در هر نقطه از جهان که موی سر طفل را وزن کنند و هم وزن آن طلا انفاق نمایند، رسمی است که از اعراب گرفتند. بعد از اینکه موی سر محمد تراشیده شد، او را به دایه سپردند. پیغمبر اسلام دو دایه داشت که در تواریخ اسلامی از یکی از آن دو، یعنی از دایه اول، کمتر یاد می شود و شاید مورخین اسلامی از این جهت از دایه اول محمد کمتر صحبت می کنند که وی کنیز ابیلهب عموی پیغمبر بوده و ابیلهب نزد مسلمین منفور است، برای اینکه خیلی پیغمبر اسلام را اذیت کرد و به همین جهت خداوند در قرآن او را به لعن ابدی گرفتار نمود و گفت تبت یدا ابیلهب، یعنی دو دست ابیلهب بریده با، زیرا ابیلهب بعد از اینکه محمد به پیغمبری مبعوث گردید به پیغمبر خدا سنگ میزد و سنگهای او صورت و سینه محمد را مجروح می کرد و پیغمبر اسلام با دامان جامه خود خون صورت و سینه را پاک می نمود و از خدا می خواست که به ابیلهب توفیق ادراک اسلام را عنایت کند. زوجه ابیلهب موسوم به ام جمیل هم پیغمبر اسلام را اذیت می کرد و شبها در سر راه محمد خارهای بزرگ می ریخت و هر شب پای پیغمبر اسلام از آن خارها مجروح می شود. خداوند آن زن را هم مثل شوهرش به لعن ابدی دچار کرد و در قرآن گفت و امرأت حمالت الحطب، یعنی زن او که پیوسته حامل خار می باشد. بدین معنی که وقتی ابیلهب به جهنم افتاد، زن او ام جمیل هم که خار و خاشاک می کشید به شوهر واصل خواهد گردید. در هر حال اولین دایه پیغمبر اسلام کنیز ابیلهب و با اینکه در موقع کودکی پیغمبر دایه مزبور از دادن شیر به رسول الله امساک می کرد، وقتی که محمد بزرگ شد و به سن رشد رسید، آن کنیز را از ابیلهب خریداری نمود و آزاد کرد. گفتیم که زنهای قریش اطفال خود را شیر نمی دادند و به دایه می سپردند تا به صحرا ببرد و شیر بدهد. بعضی از زنهای عرب در برخی از فصول سال به هیئت اجتماع از صحرا به مکه می آمدند تا اینکه اطفال شیرخوار را از مادران آنها بگیرند و به صحرا ببرند و بزرگ کنند و در آینده با بزرگان خیشاوند شوند. چون کنیز ابیلهب از دادن شیر به محمد امساک می کرد، طفل را از دایه گرفتند، به مکه بردند و منتظر زنهای داوطلب شدند تا اینکه زنهای طایفه بنو سعد بن بکر به هیئت اجتماع به مکه آمدند. من در عربستان تحقیق کردم و فهمیدم با اینکه امروز وضع عربستان نسبت به گذشته تغییر کرده و توانگران عرب سوار اتومبیل می شوند، باز بعضی از آنها طفل خود را به دایه می سپارند تا در خارج از مکه بزرگ شود و هنوز این رسم از بین نرفته است. زنهای طایفه بنو سعد بن بکر در چند ساعت اطفالی را که باید بزرگ کنند دریافت نمودند و عازم مراجعت شدند، ولی هیچ یک از آنها
محمد را به مناسبت اینکه یتیم و فقیر بود نپذیرفت، ولی زنی به اسم حلیمه او را پذیرفت و حلیمه خاطرات خود را چنین نقل می‌کند: آن سال در فصل ربیع باران نبارید و من به شوهرم گفتم ما که برای معاش چیزی نداریم، خوب است به مکه برویم و طفل یکی از بزرگان مکه را به صحرا بیاوریم و بزرگ کنیم تا بتوانیم از پدر طفل حق الزحمه دریافت نماییم. شوهرم پذیرفت و من در حالی که طفل شیرخوار خود را در بغل گرفته بودم سوار ماده اولاغی که داشتیم شدم و شوهرم افسار یگان شتر ماده ما را گرفت و به راه افتادیم. طفل من از گرسنگی میگریست زیرا پستان من شیر نداشت و خشک بود و ماده شتر ما هم به مناسبت خشکسالی و فقدان علوفه شیر نمیداد و من و شوهرم نیز گرسنه بودیم. وقتی به مکه رسیدیم زنهای طایفه ما، یعنی طایفه بنو سعد بن بکر، اطفال توانگران را گرفتند و عازم بازگشت شدند و هر یک هدیه خوب از پدر طفل دریافت نمودند، ولی هیچ طفل توانگر نصیب ما نشد و فقط طفلی یتیم موسوم به محمد را به ما عرضه کردند بدون اینکه مادر طفل و جد او بتوانند هدیه‌ای به ما بدهند. من به شوهرم گفتم برای اینکه دست خالی مراجعت نکنیم خوب است این طفل را بپذیریم، زیرا هرچه باشد از قریش است و وقتی بزرگ شد جز بزرگان قریش خواهد گردید و ما از قبل او استفاده خواهیم نمود. شوهرم پیشنهاد مرا پذیرفت و ما به اتفاق زنهای طایفه خودمان برگشتیم و هنوز نیم منزل از مکه دور نشده بودیم که من با تعجب زیاد متوجه گردیدم دو پستان من پر از شیر شده، به طوری که هم فرزند من از شیر پستانها سیر شد و هم محمد. وقتی به منزل رسیدیم شوهرم پستانهای ماده شتر را به من نشان داد و گفت حلیمه نگاه کن که چگونه پستانهای شتر ماده ما پر از شیر شده است. ما که گرسنه بودیم شیر ماده شتر را دوشیدیم و سیر شدیم و به راحتی شب را خوابیدیم و بامداد شوهرم گفت بدون تردید این طفل که تو از قریش گرفته ای دارای برکت است و ما را سعادتمند خواهد کرد.